تفاهم صورت گرفته با ایران در مورد آینده فعالیت‌های اتمی آن کشور، رئیس جمهوری آمریکا را در موضعی دفاعی قرار داده. منتقدین از هر سو نسبت به توافق احتمالی آینده ایراد گرفتند. در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه از رادیوی NPR آمریکا پخش شد، آقای اوباما پاسخ جمعه نخست وزیر اسرائیل را داد که توافق نهایی باید مشروط به شناسایی رسمی کشورش توسط جمهوری اسلامی ایران باشد. این خواسته به مثابه آن است که بگوییم ما توافقی امضا نمی‌کنیم مگر ماهیت رژیم ایران کاملا تغییر کند. آقای اوباما گفت این خواسته یک قضاوت اشتباه است و تلاش برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی به این دلیل است که نمیتوان روی تغییر رژیم حساب کرد. اگر ناگهان ایران تبدیل به کشوری چون آلمان، سوئد یا فرانسه شد، آنگاه گفتگوی کاملا متفاوتی در مورد ساختار هسته‌ای آنها آغاز می‌شد. میچ مکانل، جمهوری خواه، رهبر اکثریت در سنای آمریکا، موافقت این کشور با اینکه ایران بیش از 6000 سانتریفیوژ خود را حفظ کند را زیر سوال برده و اصولا اعضای کنگره از هر دو حزب در مورد زمانبندی لغو تحریم‌ها ابراز نگرانی کردند. دوشنبه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، جنبه فنی تفاهم را توضیح داد، زیرا مقام‌های ایران در برخی موارد روایتی متفاوت ارائه کردند. آقای مونیز گفت توافق نهایی ابدی خواهد بود که بازرسی‌ها و محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای را بر ایران تحمیل خواهد کرد. به گفته آقای مونیز، با عملکرد تدریجی ایران به توافق و تایید آن توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌ها نیز به تدریج لغو خواهند شد، موضوعی که مقام‌های ایران به نوعی دیگر به مردم این کشور گفتند. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اینکه ایران گفته از تحریم‌ها پس از امضای توافق یک جا برطرف خواهد شد، تاکید آنها بر موضوع مورد نظر خود است. هنوز جزئیاتی در مورد لغو تدریجی تحریم‌ها باقی مانده که باید مورد توافق قرار بگیرد و به نظر دولت آمریکا صلاح نیست و به نفع جامعه بین‌المللی هم نیست که تحریم‌ها را یک جا و در یک روز از بین ببریم. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، می‌خواهد هفته آینده لایحه خود برای الزامی کردن رأی کنگره به توافق آینده را در کمیته مطرح کند. در مصاحبه آخر هفته آقای اوباما راه را برای ابراز نظر کنگره باز گذاشت که تعبیر شده به اینکه کنگره می تواند قطعنامه غیر الزام آور تصویب کند. گیتا آریان، صدای آمریکا. ایران recognizing Israel is really akin to saying that we won't sign a deal unless